هانی بازرگان وکیل مهاجرت از نیویورک با ما همراه. آقای بازرگان خیلی خوش اومدید. بر اساس آماری که من تونستم پیدا کنم، حجم املاک شهروندان چینی در بهار 1400 تا 1401 در تگزاس خریداری کردن 6% از کل معاملات بوده و بیش از نیمی از خریداران دارای کارت اقامت دائم آمریکا بودن یا ویزای کار داشتن و یا هم ویزای تحصیلی. اما آماری در مورد ایرانی ها نتونستم پیدا کنم. فکر میکنین که اصلا چقدر احتمال تصویب چنین لایحه‌ای وجود داره و احتمال اینکه به قانون تبدیل بشه در ایالت تگزاس و این چنین قوانین و لوایح چقدر شرایط رو سخت‌تر می‌سازه برای ایرانیان ساکن آمریکا برای خرید خانه و ملک؟ با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگانتون، خدمتتون عرض کنم این قانون همونطور که توی برنامه شما هم گفتین یه سابقه‌ای داره، یعنی در حدود 150 سال پیش یه قانونی گذاشتن برای کسانی که از آسیا هستن که جلوی خرید و فروش اونا رو، خرید و فروش زمین و خونه رو گرفتن از اونا، ولی نهایتاً دادگاه بالاترین دادگاه آمریکا جلوی اونا گرفت. احتمال اینکه این قانون، اولا جزئیاتش مشخص نیست، احتمال اینکه این قانون اجرای عملی بشه کمه. دلیلش هم اینه که چالش‌های بسیار فراوانی هم در زمینه خود استیت، یعنی در سطح ایالتی هست، و هم در سطح بالاتر که فدرال هست و سوپریم کورت و بالاترین دادگاه آمریکا هست. چون ما دو تا قوانین قانون اساسی داریم، یه قانون اساسی خود ایالت تگزاس و یکی هم قانون اساسی خود دولت آمریکا است. برای همین چالش‌های بسیار بسیار زیادی خواهد شد. یکی از دلایل اون اینه که اینها نیومدن حتی بگن مثلا کسانی که روی ویزا هستن این کارو میکنن. مدن گفتن سه تا شهروند، سه نوع در واقع سه ملیت خاص رو جدا کردن. برای همین بیشتر قوانینی که حالت دیسکریمینیشن داره، حالت اینکه یک گروه خاصی رو مد نظر قرار میده، اینها توجیهات بسیار قوی قانونی میخواد و عملا بعید میدونم که این قانون در عمل حتی اگر تصویب بشه بدون چالش بمونه و حتی اگر چالش بشه در واقع این قانون به صورت عملی بتونه اجرا بشه. خب آقای بازرگان، بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. خب آقای بازرگان، فکر می‌کنید چقدر احتمال این داره که چنین قوانین مشابه در دیگر ایالت‌های آمریکا هم به تصویب برسه و فکر می‌کنید چطور میشه در برابر تصویب شدن این قوانین عمل کرد و مدافعان حقوق مهاجران یا فعالین مدنی ایرانی که در آمریکا هستن چه کاری در این زمینه میتونه انجام بدن؟ سوال بسیار خوبی کردین. ببینید، برای اولین مرحله اینه که این قانون باید اجرا بشه. قبل از اینکه اجرا بشه معمولا جلوشو نمیشه گرفت، یعنی در واقع این قانون باید تصویب بشه. وقتی که تصویب شد، برای مثال یک شخص ایرانی که روی ویزا هست که میخواد زمین بخره میتونه به چالش انجام برسونه. یکی از راهاش اینه که در واقع این گروه‌های ایرانی میتونن بهترین کار اینه که هماهنگ کنن با گروه‌های دیگه، مثلا فرض کنید با گروه‌هایی که تحت تأثیر این قانون قرار گرفتن، و اونها در واقع مشاورات حقوقی رایگان در اختیار این اشخاص میذارن و اینو به چالش میکشنن. در مرحله اول در خود تگزاس اینو به چالش میکشنن و بعد میتونن اینو بیارن به دادگاه های سوپریم کورت آمریکا و بکشنن اونجا و نگذارن که این قانون به صورت عملی اجرا بشه. و اینکه فرمودین که آیا در ایالت های دیگه، بعید میدونم، بیشتر ایالت ها مخصوصا ایالت هایی که در واقع دست دموکرات ها هست اصلا حتی فکر بکنن که این قانون رو به اجرا بذارن، ولی بعضی از ایالت ها ممکنه شبیه فلوریدا یا میسیسیپی اینها اگر وای میسن احتمالا و اگر دیدن این قانون به صورت موفق داره اجرا میشه در تگزاس، بعید نیست اونها هم به فکر گذاشتن این قانون بیافتن. بله، بسیار متشکرم از شما هانی بازرگان، وکیل مهاجرت.